الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی تا ملق من تهوی دع الدنیا و اهملها. ای صاحب فال، زندگی بدون عشق معنا و مفهومی ندارد و والاترین عشقها عشق به خدا می باشد. خداوند را فراموش نکن، انشاءالله موفق می شوی. و اما فال امروز، فال حضرت الیاس. ای صاحب فال، به زودی آرزوی را که سالها بر دل داشتی و انتظار انجام شدنش را می کشیدی برآورده می شود. سفری در پیش داری که به نفع توست و به سلامت بر می گردی. خودت را با دیگران مقایسه نکن و سعی و تلاش کن که روی پای خودت بایستی. روز شنبه و پنج شنبه بر تو مبارک است. در کارهایت عجله نکن، درست می شود. وقتی ماه نو می بینی بر چیزهای زیبا بنگر تا برایت خوشی پیش آید. چیزی از غیب بر تو می رسد که برای تو روشنایی چشم می باشد و از جایی که امید نداری به مراد دلت می رسی. اگر حاجتی داری برآورده می شود. خب دوستان عزیز، اسپانسر این برنامه نوروزی شرکت شاینینگ کامرشیال بروکر LLC هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت شرکت www.shining-uae.com مراجعه کنید برای هر گونه خدمات تجاری در دبی. سلام عرض می کنم خدمت تمامی بینندگان عزیز شبکه فیس وان. با برنامه دیگری از سری برنامه های نوروزی مون در خدمت شما هستیم. سلام عرض می کنم خدمت میهمان عزیز برنامه مون، شبنم جون، یکی از همکاران عزیز شبکه فیس وان. امروز در خدمتشون هستیم. شبنم جان سه برنامه دارن در شبکه فیس وان، علاوه بر اون مارکتینگ منیجر و تهیه کننده هم هستن در فیس وان. شبنم جون سلام. سلام عزیزم، سلام میکنم به شما، همه دستندرکاران تلویزیون فیس وان و تمام بیننده های عزیز تلویزیون فیس وان. شبنم جون عیدت مبارک. مرسی عزیزم، عید شما مبارک باشه. مرسی، امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی و در پیش رو داشته باشی. خیلی ممنون، خوشحالم که در برنامه امروز جز میهمانان عزیزمون هستین در شبکه خودت. مرسی عزیزم، منم خوشحالم که از من دعوت کردید. بالاخره این همکاری بیشتر شکل بگیره و منم همینجا عید و تبریک میگم به همه بیننده ها. سال نو برای شما، بر همه شما مبارک باشه هر جا که هستید. امیدوارم که در کنار خانواده با آرامش، موفقیت و سلامتی و تندرستی این نوروز و این آغاز سال 1392 رو شروع کنید انشاءالله. مرسی شبنم جون. شبنم جون فکر میکنم که بیننده های عزیز شبکه فیس وان با شما و کارهاتون و برنامه هاتون کاملا آشنان، اما با این همه دوست دارم که توضیح راجع به برنامه هاتون بدین، کارهایی که انجام میدین در شبکه فیس وان، توی این برنامه نوروزیمون راجع بهش حرف بزنیم. من فعلا سه تا برنامه آماده کردم. خب من یکی از تهیه کننده های تلویزیون هستم که همکاری دارم با آقای دلجو و این تلویزیون. در حال حاضر سه تا از برنامه ها آماده هست. یکی شب شعر هست که شنبه ها پخش میشه،
برنامه کپل دنس هست، رقصهای دو نفره رو آماده کردم که دوشنبه ها پخش میشه و برنامه گزارش در شهر که به اسم در گوش و کنار شهر هست که اون برنامه خیلی خیلی پرباریه. این سه تا برنامه رو فعلا آماده کردم که در حال حاضر در حال پخش هست، ولی برای آینده یه سری برنامه های دیگه دارم تهیه میکنم که با امید خدا فکر میکنم هر روز هفته رو یه برنامه داشته باشیم. شاید خودم حضور نداشته باشم توی برنامه، ولی دارم یک برنامه های متنوع رو برای بیننده های عزیز آماده میکنم. به به، دستتون درد نکنه شبنم جون، مشتاقانه منتظر دیدن برنامه های جذاب و جالب شما هستیم. برنامه‌ای که در شهر میگیرید گفتید اسمش در گوش و کنار شهر. در گوش و کنار شهر برنامه خیلی جالبیه، بینندگان ما آشنا میشن با جاهایی که در دبی به هر حال جای دیدنی هست. مرسی از برنامه‌های قشنگ چپنم جو. برنامه در گوش و کنار شهر که همون برنامه گزارش هست، هم مربوط به دبی هست و هر نقطه دنیا، یعنی تمام جاهای دیدنی، تفریحی، تجاری، ایونت هایی که برگزار میشه توی دبی به علاوه کشورهای دیگه غیر از دبی، چون من مسافرت زیاد میرم، تا اونجایی که بتونم سفرهایی رو که میرم فیلم میگیرم، منتها من گزارش میکنم. آره، منتها فیلم بردار با من نیست، من خودم باید هم گزارش رو تهیه کنم هم فیلم رو بگیرم، ولی خب تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که یکی برنامه دیدنی، خب خیلی جاهای تاریخی، جاهای دیدنی قشنگ سراسر دنیا هست که خیلی ها رفتن براشون خاطره است، این خاطره ها زنده میشه، خیلی هم که نرفتن خب دوست دارن ببینن این فیلم، سعی میکنم زنده تر باشه تا اینکه فقط بخوان توی اینترنت سرچ بکنن. سعی میکنم این برنامه ها رو از همه جا تهیه کنم، همه جای دنیا. دستتون درد نکنه شاید نمیشه، ما رو با جاهای دیدنی دنیا آشنا میکنید و بینندگان عزیزمونو. خیلی ممنون از برنامه‌های قشنگی که دارید. شبنم جون، برنامه نوروزیه و عید و سفره هفت سین، از ایران خاطره‌ای دارید از زمانی که ایران زندگی می‌کردید؟ برامون بگید که چند ساله که خارج از ایران هستید و از خاطرات کودکی، از هر چیزی که دوست دارید راجع به سفره هفت سین برامون صحبت کنید. والا من که ایران دنیا آمدم و همه عمرم رو تقریبا میشه گفت ایران بودم، تقریبا الان 10-12 ساله که دبی اومدم، ساکن دبی هستم، ولی خب تمام خاطرات بچگیم و اون حال و هوای عید و بوی بهار و شکوفه ها و اینا همه رو به یاد من میاره. عید که میشه متاسفانه اینجا ما اون بوی بهار رو حس نمی کنیم، اون شکوفه هایی که توی ایران هست نداریم اینجا، ولی خب سعی میکنیم که اون حال و هوا رو دوباره تکرار بکنیم. ولی توی ایران من یادم بچه که بودیم هر دفعه خونه یکی از خاله هام یا مام بزرگم جمع میشدیم، بچه ها همه تقریبا همسن و سال بودیم، دختر خاله پسر خاله، همه خیلی شیطنت داشتیم، اذیت داشتیم، دوست داشتیم یه جوری خودمون دستی داشته باشیم توی تزیین سفره، ولی خب بزرگترا نمیذاشتن متاسفانه ما دست بزنیم، اجازه داشتیم هر کدوم فقط یه تخم مرغ رنگ کنیم. به به، یکی از بهترین کارهایی که برای سفره هفت سین میشه انجام داد رنگ کردن تخم مرغای سفره. آره. است. من خودم هم واقعا علاقمند بودم به این. آره، اون دیگه سلیقه‌ای بود، خیلی جالب بود، ولی یکمی که بزرگتر شدم دوست داشتم که نمونه اونو خودم کپی کنم، هر سفره‌ای که برای هفت سین تهیه میشد من کوچیکش و عین همون مثلا به یک اندازه اینقدری توی یک سینی کوچیک از هر کدوم کوچیک کوچیک واسه خودم درست میکردم که دوست داشتم این سفره رو خودم درست کرده باشم. خب تا اینکه بالاخره به جایی رسیدم که دیگه همه ساله سفره رو خودم خونه درست میکردم، عاشق درست کردن سفره بودم. پس از بچگی شخصیت مستقلی داشتین و دوست داشتین که خودتونم همه این داستانا رو تجربه کنید. آره. خیلی خوبه شبنم جون، از حس و حالی که توی دبی دارین راجبه، البته به قول شما بوی بهار اینجا نداریم و خیلی از چیزایی که شکوفه های زیبا رو ما اینجا نداریم، اون بوهایی که توی بهار ما حس کردیم و تجربه کردیم در ایران اینجا نداریم. بله. ولی خب
حسال اینجا خیلی متفاوته با ایران. آره متفاوته، برای اینکه خب خانواده عزادم دوره، اونجا هوای عید که بود به همه فامیل ما سر می‌زدیم، یعنی رسم بود که باید حتما خونه همدیگه بریم دید و بازدید عید انجام می‌دادیم. حتما خیلی این مسئله مهم بود. متاسفانه اینجا خب این مسئله انجام نمیشه و فقط می‌تونیم تماس بگیریم و تلفنی تبریک بگیم، ولی خب امیدوارم که سالهای بعد بتونیم خانواده رو اینجا دور خودمون داشته باشیم. انشالله که همه ایرانی ها در جای جای دنیا بتونن با خانواده هاشون سر سفره هفت سین بشینن. خیلی مهمه اون عزیزای آدم، خانواده نزدیک آدم کنارش باشن در کنار سفره هفت سین. من از همینجا به خانواده عزیزم که میدونن جون میدم براشون و خیلی دوستشون دارم عید و تبریک میگم و بعدم به خانواده، فامیل و تمام بیننده های عزیز. امیدوارم که باز هم دوباره تکرار میکنم که سال پر از برکت و خوشی و سلامتی رو داشته باشم انشاءالله. شبنم جون، ما حافظ خانی رو با شما در برنامه نوروزیمون داریم، نیت میکنید و باز میکنید حافظو؟ آره به نیت اون روز. خب این شون به نیت شخص نیست، یک نفر فقط نیت کرده باشه، به نیت اون روز از روز بهار ما، اول بهار ما، بله برای اون 15 روز اول اینو تفاعل بزنید. به به، ایشالله که همش فالای خوبی باشه برای همه بینندگان، برای ما، برای شبکه فیسبوک. آره. خدا رو شکر. خب بینندگان عزیز، بریم با هم یه سری وله از کارهایی که شبنم جان انجام دادن در شبکه فیسبوک با هم ببینیم، برمیگردیم. مرسی. شبنم هستم با یکی دیگه از برنامه‌های در گوش و کنار شهر از تلویزیون فیسبان در خدمت شما عزیزان. با من همراه باشید. زندگی یعنی همیشه جاری بودن و من نیز چون انسان‌های دیگر در این زندگی مسافرم. مقصد نگرانی ندارد. چرا؟ به پیش روی من تا چشم یاری می‌کند دریاست. چراغ ساحل آسودگی‌ها در افق پیداست. در این ساحل که من افتاده‌ام خاموش، غمم دریا، دلم تنها. وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست. He's a little bit soft, so our body weight is going to be a little bit lower, and we're going to do two slow steps. And slow, slow. On the third step. با ما باشید در فیس وان تیوی با برنامه کپل دانس. Watch فیس وان. خیلی ممنون. یک سلام صمیمی به گرمی شور و عشق و هیجان امروز در دبی. امیدوارم هر جا که هستید سلامت، تندرست و شاد. سلام
عرض میکنم خدمت تک تک شما بیننده های عزیز با برنامه در گوش و کنار شهر از تلویزیون فیسبان در خدمت شما عزیزان هستم. صاحبه کنیم ببینیم امروز چه شخصیتی برای خودشون پیدا کردن. من شخصیت خود شبنم جون، میشه راجع برنامه های قشنگتون برای ما یکم با جزئیات بیشتری توضیح بدین برای بینندگان عزیز؟ خب برنامه شب شعر که شنبه ها پخش میشه، در حال حاضر من خودم شعرها رو فقط میخونم و به بیننده ها اعلام کردم که میتونن شعر بفرستن. من مسابقه دارم به صورت ایمیل، باید اینا رو دریافت بکنم و شعرهایی رو که قابل خوندن هست، چه به صورت یک پاراگراف باشه یا یک سطر باشه یک صفحه باشه، اون اصلا مهم نیست، جمله بندی باید قابل خوندن باشه، اونا رو انتخاب میکنم و توی برنامه ها میخونم.